بنده خدا میگه من در یه کارخونه کار میکردم، یه چیز سنگینی افتاد رو پام، استخون پام خورد شد، منو بردن بیمارستان. تا مدت‌های پام ورم کرده بود و درد شدید داشت و خوبم نمی‌شد، عفونت کرده بود و حالم خیلی زار بود. یک سره هم متوسل به سه بانو بودم، یکی حضرت زهرا، یکی حضرت زینب کبرا، یکی حضرت فاطمه معصومه دختر موسی بن جعفر در قم، چون در قم زندگی میکرد. به یکی از رفقا گفتم یه مقدار سم خرید برام آورد، رو کردم به حضرت زهرا گفتم اگه امشب منو شفا دادید، ندادید که دادید، اگه ندادید این سم رو میخورم خودم رو خلاص میکنم، من دیگه از این درد خسته شدم. یه نوجوانی هم کنار من بود، این تیر خورده بود و بعدن عفونی شده بود، خوره افتاده بود به جانش، جوری که دکترا دیگه ازش مایوس شده بودن، منتظر بودن این از دنیا بره ورش دارن ببرندش. اون شبی که بستگان و نزدیکان من اومدن به عیادت من، مخصوصا به مادرم گفتم برو حرم حضرت معصومه شفای منو از این بانو بخواه، که اگه فردا اومدید اینجا جنازه منو دیدید تعجب نکنید. نیتم همون بود که سمبرو بخوره. مادرم هم مضطرب رفته بود تو حرم، دست به دامن حضرت معصومه و گریه و التماس. من همینطور که رو تخت خوابیده بودم، یه وقت در عالم رویا دیدم سه بانوی مجلله دارن میان به طرف اتاق ما. آمدن وارد اتاق شدن، رفتن کنار تخت اون نوجوانی که در حال مرگ بود. حضرت زهرا رفتن طرفش، فرمودن بلند شو. من تو اون عالم فهمیدم این سه بانو، یکی حضرت زهرا، یکی حضرت زینب، یکی حضرت معصومه، که حضرت زهرا جلوتر می اومدن، اومدن کنار تخت اون نوجوان، فرمودن بلند شو. یه نگاهی کرد با شدت ضعفی که داشت، گفت نمیتونم. فرمودن بلند شو، ما شفاعت دادی. یک مرتبه بلند شو، من به خود آمدم دست ببرم سمه رو بردارم بخورم، چون دیدم اینا آمدن تو اتاق من، نظری به اون نوجوان کردن، به من نظر نکردن. باز با خودم گفتم شاید همین که تو این فضا اومدن اون نسیمشون به من خورده، منم خوب شدم. این ملافهی که رو پام بود کشیدم کنار، یه دستی به پام زدم، دیدم اصلا ورمی نداره، اصلا پای من انگار طوری نشده، خوب شدم. بلند شدم ایستادم، یادم اون نوجوانم بلند شد نشست. دکترها پرستارها اومدن یقین کردن جفت ما شفا گرفتیم، یک سلام و صلوات و گریه و عشق و آهی تو بیمارستان را افتاده بود که همه زار می